جناب کرزای صاحب رئیس جمهور بودن، مرا گفت که برادر چی میکنی بیاد یک تیم جور میکنیم بیان کردیم ما بریم. مختصرش هم میگم، گفت وطن از بیان مشترک کار میکنیم، جوان هستی، آینده داری. بعدتون جناب رئیس بزرگوار تا که رهبر من اجازه نده نمیرم. گفتم که ما با استاد گم میزنیم، جوان هستی، آینده داری، نکو استاد تا بیا که یک تیم شویم. ما گفتم که تا پدری مرم، پدری منعی مرم، که پدری منعی اوری را دوست دارم، تا راضی نسید نمیشه. بسیار بی اگلاخه، بسیار با اگلاخه رئیس به جمهور همی تو اینه که خیصه بودین، دو بودی ساد بودین، سلیمان گفت که مرد خواستی، ما خواستم که پیش روشان بودم. یعنی از نرفتن با کرزای صاحب که مستقیم رئیس جمهوری من است و من مادونش بودم، والیش بودم رسمن، که مستقیم حرفشان رد کردم خفه نشد، اما از همت من تقدیر کرد، برای من یک جرات دیگه هم بخشید. یک روز در زیرخانه احمد ضیا خان مسعود جلسه داشتیم. استاد شهید بود، خوب یادم از قانونی صاحب بود، مارشال صاحب مرحوم بود، آیشه حضرت علی بود، دکتر فضل الله لوگر بود، خودی استاد شهید، یک تعداد کسا بودیم. بعض به میشد که گفتن که امرای کرزای صاحب تو معاون میشی؟ گفتم بله، بیتی اگه با من زده شده. گفت تصمیم گرفتی؟ شاید آرگه بگویم گفت من از ضیا خان یادش میاد. گفتم نه، من اول معاون نمیشم، بعد در جای کسی نمیشم که منصوب به خانواده مسعود شهید است، در جایش خود کاندید نمیشم. این چیزی بود که نام پسوند مسعود من دوستش داشتم، احترام داشتم، فرزندش، خوردش، قومش، دور دسترخانش، بستگانش، همسنگرش. خب